سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم و برنامه دیگری رو از سری برنامه های پرتو نور خدمت شما عرضه میکنیم برنامه امروز رو اختصاص دادیم به حقوق زن و شوهر در ازدواج و طلاق این دو برنامه خواهد بود که یه سری تعداد سوالاتی رو در که مطرح شده در این جلسه خدمتون عرض میکنیم و در جلسه آینده ادامه خواهیم داد اجازه بدید نامه ای رو که یکی از هموطنان عزیز برای ما فرستادن براتون میخونم اینن و شاید این به دلیل اصلی بوده که این برنامه رو ما به اتفاق آقای بازرگان اینجا مطرح میکنیم من یک زن هستم که دو فرزند دارم و مدت پنج سال است از, از شوهرم جدا شدم. من در مدت ده سالی که با همسر سابقم هم زندگی میکردم، از او بیمهری های فراوان دیدم که سرانجام منجر به جدایی ما شد اتفاقاتی هم که در جریان طلاق و پس از آن اتفاق افتاد از نظر روحی و روانی مرا بسیار افسرده کرد و احساس میکنم از همه حقوق خود به عنوان یک زن یا مادر محروم شدم شوهرم فرد مذهبی و مسلمانی بود شما بگویید چرا در اسلام حقوق زن باید پایمال شود و مرد دارای همه حقوق از جمله حق طلاق باشد این به اصطلاح در قالبی بود که ایشون مطرح کرده بودن فکر کردیم که آقای بازرگان در این مورد میتونن کمک کنن که این بحث رو بشکافیم و از ایشون دعوت کردیم که در این مورد ما رو همیاری بدن خیلی متشکر آقای بازرگان به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان و تشکر از بیننده عزیزی که چنین سوالی رو طرح کردند و ما رو در پاسخش در واقع تشویق کردند که به حال اندیشه بکنیم و ببینیم چه راه برای این معضلات وجود داره در هر حال خیلی جای تاسف و تاثر هستش که این اختلافات منجر به این ناسازگاری ها و سرانجام طلاق میشه و این آشفتگی ها و دربدری ها برای بسیاری از خانواده ها پیش میاد ولی اون چیزی که میشه گفت اینی که خیلی نمیشه این مشکلات رو به حساب دین و آین و شریعتی گذاشت اکثریت قریب به اتفاق مردم از اصل و اساس باورهای دینی خودشون بی اطلاع هستن بیشتر معمولا جوامع تحت تاثیر آداب و سنتها و عادات جامعه عمل میکنن یعنی یه مذهب در طول تاریخش به تدریج رنگ فرهنگ رو میگیره الان خب هم در یهودیت اینطور هست در مسیحیت خب در قرون بستا به گونه زندگی میکردن مناسباتی بود روابطی بین زن و شوهر بود اصلا تا هر که نیمه اول قرن بیستم زنان نه حق مالکیت داشتن نه حق رأی داشتن به کلی مناسبات متفاوت بوده در گذشته تا امروز در جوام مسیحی و حالا نه تورات عوض شده نه حضرت عیسی عوض شده ولی آدما عوض شدن بنابراین قوانین، سنت ها، عادات اینا هستن که تعیین میکنن رفتارهای انسان ها رو حال اینه که اگر حالا یه زن شوهری اختلاف پیدا کردن گفته بشه که حالا انسان چرا یا اسلام مثلا حقوق زن رو رعایت نکرده به حساب او بذارن این یه مقداری درست نیست حال عمل انسان هم الزامن مطابق اونچه که اعتقاد دارن نیستش مگه داشتن یه قانون خوب برای یه کشور الزامن دلیل پیشرفت میشه ما در کشور خودمون هم قبل از انقلاب یه قانون اساسی خوبی داشتیم که از فرانسه و بلژیک گرفته بودیم یه مقداری هم روش مطالعاتی شده بود ولی چرا تو ایران دموکراسی نبود آزادی نبود قانون رعایت نمیشد اصولا در کشورهای دنیای سوم که همیشه استبداد بوده مردم برای قانون اعتباری قائل نیستن حتی قانون شکنی رو افتخار میدونن دیگرانم تشویق میکنن قانون قانون قداست و اعتباری تو جوامع این چنینی نداره دینم هم همینطوره دینم هم مثل قانون دیگه مثل قوانین مدنیه حالا یه قانونی در رابطه با خدا و آخرت و یک سلسله پرنسیپ های اخلاقیه حالا داشتن یه دین الزامن اینه که اگه آدم بهترین دین دنیا داشته باشه بهتر عمل میکنه هرگز چنین نیست ممکنه برعکس هم باشه احساس بکنه چون بهترین راه حل داره دیگه خب لابد بعضش بهتر از بقیه است مغرور بشه اتفاقا بهتر از همه هم عمل بکنه بنابراین فکر میکنم که اینا رو نباید قاطی کرد شناخت هر دینی مستلزم اینه که اون کتاب اون دین رو بشناسیم نه عمل کرده پیروانو یعنی پیروان هیچ دینی رو چون اولا پیروان متغیره در جاهای مختلف شما الان ببینید در قبایل افریقایی هم خیلی هاشون مسلمونن ولی آداب و رسومی میدارن که هیچ ربطی به اسلام در ایران نداره اونجا فرض کنید حتی ای که تو بکش اسلامی هم هست یهودی هم دارن اونجا برای خانوم هست از دختران کوچیک همان هم فکر میکنن که این مربوط به اسلامه چه حملاتی در کشورهای اروپایی علیه اسلام که چرا یه همچین کار فجی ای رو مثلا انجام میده ولی اصلا ربطی به اسلام نداره اصلا روح مسلمان های ایران خبردار نیست از چنین موضوعی ولی رسم قبایل افریقایی قبل از این که هم بشن وجود داشته یا خیلی رفتارها در افغانستان داره میشه در پاکستان داره میشه در بسیاری از شهرها روستاهای دور ما داره میشه تو ایران جای دیگه اینا ربطی به اسلام نداره خب در اسلام فرض کنید قانون قصاص هست حالا یه کسی تو امریکا فرض کنید قرآن رو مثلا آتیش زده ولی یه مرتبه ببینیم برای یه جای عالم ده ها نفر کشته میشن در حالی که قانون قصاص که چنین اجازه ای نمیده که در برابر یه رفتار فکری اعتقادی جان یک انسانی ولی خب همین رو به حساب اسلام گذاشته میشه در مورد روابط زن و شوهر هم همینطور هست قرآن به طور واضح این حقوق رو توضیح داده در قرآن و بله هم اون دوران آشنایی و خاصگاری مطرح شده حقوقی که برای دو طرف مطرح هستش برای زن به خصوص مسئله ازدواج مطرح هست بعد از ازدواج که چگونه زن و شوهر باید با هم مناسباتی داشته باشن اگه اختلاف پیش آمد چه حقوقی در این وسط هست مسئله طلاق هست آیا طلاق دفعتا واحده است ناگهانی یا یه پراسسی داره یک مثلا روندی هستش که باید طی بشه تا طلاق رسمیت پیدا بشه حقوق زن در این دورانی که طلاق باید حالا صورت بگیره و بعد بعد از اون که اگه طلاق رسمی شد چه حقوقی خواهد داشت اینا به تفصیل در چندین سوره قرآن گفته شده ولی شاید 90 درصدش هم اصلا برای اکثریت مسلمانان ناشناخته است برای که با کتاب دینی کمتر لاغت تو ایران میتونم عرض بکنم مسلمان که اهل باور دینی هم هستن نمازم میخونن اغلب نمیدونن این چیزها رو یا نخوندن یا اصلا به عنوان راهنمای عمل زندگیشون قرار نمیدن بنابراین اگر ای با ایرادی متوجه به صلاح آینی میخواد بشه باید برگشت به اون کتابش مراجعه کرد این حقوق در اونجا شناخت دیگه خیلی متشکر آقای بازرگان حالا بیشتر در طول این برنامه و برنامه آینده جزیات این سوالی رو که مطرح شده میشه کافیم یکی از نکاتی که هست این مسئله مهریه هست <applause> که میبینیم که این در حالا کشور خودمون این خیلی حالت تفریط و افراد داره از یه طرف میبینی می چندین سکه سال تولدشون رو مثلا میگن به سال تولد من تعداد سکه مثلا مهر من باشه <applause> یا مثلا از اون ور یک شاخه گل میگن باشه این بله. با توجه به این که شرایطی که جامعه داره یه حالت فساد اجتماعی فساد اقتصادی هم درش وجود داره اینا خودش رو خیلی بیشتر نشون میده و مورد سو استفاده قرار میگیره به خصوص اون قسمت به اصطلاح مهریه که خیلی بالا ممکنه باشه و این جر و بحثایی رو در موقع طلاق ایجاد میکنه درسته بله ببینید این احکامی که اصولا در قرآن اومده اینا یک مجموعه است به اصطلاح امروزی میگن اینا یه پکیجه یه بسته بندیه یعنی در فرهنگ قبائلی 1400 سال پیش که قرآن نازل شده در اون جامعه کار به اون معنا وجود نداشته عربستان اصولا نه صنعتی بوده نه کشاورزی به اون معنا خب لاقل مکه با اینها که بیشتر از اونجا اسلام آغاز شده کاری نبوده تو مکه به اون معنا سرزمینی نبوده که آب داشته باشه کشاورزی داشته باشه دامداری خیلی به ندرت بوده تو قبیله مردم زندگی میکردن یه مقداری تجارت پراکنده در ایام حج اونجا وجود داشته بنابراین کاری برای زنها وجود نداشته زن درآمدی نداشته سواد و این هم که خب نبوده دیگه پس مسئله محریه یه اصل اساسی بوده در اون موقع قرآن همه جا در واقع میگه ازدواج میکنید در واقع رسمیتش به مهریه است میگه اذا آتیت و موهن نه و نه وقتی که اون کابین مهریه رو پرداختین یعنی به عنوان یک اصلی گرفته یعنی تو اون مجموعه که مرد که تلاش داره تولید داره درآمد داره حالا به هر شکلی اونه که در واقع برای شروع این کار یه چیزی رو باید بپردازه حالا این دلیلش هم من عرض میکنم که چرا انقدر اهمیت داره خب امروز یه مقداری وضعیت جوامع تغییر کرده زن و مرد دوش به دوش هم دیگه دارن کار میکنن زنا هم تحصیل کردن در بعضی از کشورها مثل کشور خودمون شاید نزدیک دو سوم برودی دانشگاه خانم ها خانما هستن دیگه خب اینا وارد دانشگاه ها شدن و تحصیلات پیدا کردن و درآمد پیدا کردن خونه دارن به خصوص تو خارج از کشور آدم میبینه که خانوما قبل از ازدواج هم به خونه ای بالاخره پیدا کردن شرایط خریدن خونه خب خیلی راحت تره بنابراین دیگه اون ضرورت مهریه رو جامعه اونطور احساس نمیکنه و قوانین هم خب مدافع زنان هست اگر طلاق بگیرن کل دارایی ها از موقعی که اون داراییات تشکیل شده جمع شده تقسیم بر دو میشه و یه حقوقی برای دو طرف قائل هستن اون موقع خب اگر زن طلاق میگرفت چیزی نداشت بچهش رو میخواد اداره بکنه بنابراین یه سرمایه اولیه قابل ملاحظه لازم بوده که بتونه اگر اتفاقی افتاد و از هم جدا شدن لاقل تا یه مدتی که بتونه یه زندگی دیگه رو شکل بده سرمایه ای داشته باشه بنابراین اینا یه پکیجه یه مجموعه است تو فرهنگ خودش اینا رو باید قضاوت کرد الان همطور که میفرمایید هم حالت افراتی پیدا کرده چشم هم چشمی پیدا کرده چون خیلی هم میگن که حالا کی داده کی گرفته بنابراین رو عدد و رقمش پوز دادنش مطرح است بعدم هیچ وقت پرداخت نمیشه میگن اندل مطالبه اندل قدرت و مطالبه هر وقت قدرت توانایی پیدا کرد اندل استطاعت قدرت و استطاعت خب معمولا هم خیلی نمیتونن اون رقم که عهده دار میشن ولی اون مهریهی که مشخص شده لاقل در سنت اسلامی بوده در حدی است که توانایی اون شخص اجازه میده یعنی یه سرمایه ای رو به هم زده حالا در حد یه سال دو سال کارش یه چیزی فراهم کرده اون رو باید بده چندین بار میگه که ب... بله اجور آه... اونها رو بدین فریزه تنیه فریزه است یک به صلاح امر باجبه اونم میگه بالمعروف بالمعروف یعنی مطابق عرف عرف جامعه چی اختزا میکنه نه به صورت افراتی شا اگه قرار بشه دیگه نقدی پرداخت بشه باید امکانات رو ببینن در بعضی از دهات روسته ها یادم دورانه گذشته میدیم مثلا کلغند مثلا پنج تا کلغند مثلا چون تو روستاها ها که دیگه شیرینی و شکلات و این که که نبود چای زیاد مصرف میکردن یا نمیدونم چادر چند تا میدادن خیلی چیزای مشابه این ولی خب تو زندگی شهرنشینی خیلی فرق میکنه اونچه که مهمه در قرآن یه آیه هستش که میگه بله مهریه زنان رو نهلتن یعنی مثل اصل بپردازید آتون النساء صدقاتهن نهلتن نهل زنبور اثره نهل یعنی مثل اون شهد و شیرینی و شربتی که در واقع زنبور اصل تهیه میکنه یعنی همطور که یه زنبور اصل تلاشهاش هزاران بار رفت و آمد از شهد گلهای مختلف تبدیل به یک اصل میشه میگه اینو احساس نکنید یک قرامت یه پول زوره هرچی بشه از ایرش باید در رفت میگه با نهایت شیرینی و نهایت لطف با حالت صفا اینو با... یعنی با رغبت با میل یعنی این در آغاز زندگی هم مرد رو تشویق میکنه که از خودش مایه بذاره با یه حالت ایثار مثلا تقدیم کردن شروع بکنه و این خیلی مهمه که از اول این عهد رو با خودش بذاره که من میخوام سرویس بدم به دیگری کمک بکنم این تشبیه زیبایی است در قرآن که اصلوار با شهد و شیرینی در واقع به اونها چیزی رو پرداخت کنه مهریارم سه حالت در سه زمان در قرآن تعیین کرده میگه که به خاصگاری کسی رفتید هیچی هم تعیین نکردید مهری هم تعیین نکردید و منصرف میشید میرید میگه حتما اونجا چیزی بپردازید من عینت میخونم برای تو این این سوره بقره است آیه 236 میگه اگر جدا شدید قبل از اینکه مالم تمسوها نه هنوز ارتباط زناشویی نداشتید و هنوز هیچ مهری فرض و واجب نکردید ولی متعوهن نه حتما تمتع یعنی بهرمندشون بکنید اونها رو علال قدره اون کسی که امکانات داره وضع مالیش خوبه ثروت داره متناسبه با دارایهاش بده و عل مقتر قدره اونم که فقیره نداره دست و بالش بسته اونم بده و خودش البته نمیگه این واجبه میگه حقا علی محسنین این یه حقی به گردن آدمای نیکوکار یعنی تشویق میکنه که تو حالا رفتی خاصگاری کسی ولی پشت سرتم نگاه نکردی خب به حال نظر روحی یه ضربه‌ای به اون دختر یا به اون خانواده خورده دیگه طبیعتا این باید جبران بشه یعنی از یه نگاه فراتر وقتی به جامعه آدم نگاه میکنه که خب چند بار رفتن سراغ دختری یه خاصگاری خب بعد نپسندیدن یه ضربه روحیه برامون یعنی منظور این که قبلا مطالعات تو بکن حالا تو زمان ما میشه گفت که فرض کنید عکسشو بگیری یا کسانی برن ببینه حالا که دخترها و پسرها با هم خب تو محیطای دانشگاه هستن و کمتر پیش میاد در اون دوران که این امکانات و مناسبات نبوده میگه در هر حال تو رفتی و دیگه برنگشتی این یه انرژی منفی به وجود آمده یه تاثیر منفی تو خانواده مقابل گذاشته شده احساس میکنن که در نظر تو در ارزش گذاری تو اونا پایین تر از اون هستن بنابراین برای جبران این اون کسی که وضع مالیش خوبه در حد دارایی خودش باید بده اون کسی هم که دست و بالش بسته هست اونم باید بده البته به عنوان وظیفه نیست دا اینو به عنوان تشویق توصیه است <applause> میگه این حق است به گردن محسنین حالت دوم اینه که میگه شما رفتید خاصگاری مهر رو هم تعیین کردید ولی منجر به ازدواج نشده فرداش پس فرداش گفتی نه نمیشه حالا یه کسی دیگه پیشنهاد دادن یا یه اتفاقی افتاده میگه 50 درصدش رو باید بدید 50 درصد اون مهریه رو این در واقع آیه بعدیشه سوره بقره آیه 237 میگه اگرم دیگه نخواستین ادامه بدین هنوز ازدواج صورت نگرفته ف و ما فرستم باید نصف اون چیزی که تعیین کردید بدید مگر اینکه اونا ببخشن اونا سرف نظر بکنن الا ان تعفون او یعفو ولدی به یدهی اقدت نکاه یا اون کسی که مثلا حالا یک عموی کسی پدر بزرگش و پدرش از دنیا رفته اون مسئول این ازدواجه میگه مگر اونا بگن نه خب مسئله ای نیست و اهمیت نداره در واقع دو طرف رو داره تشویق میکنه میگه که تو تعیین کردی مهرو حالا که نرفتی یه حرفی زدین 50 درصدش تو بده با اون طرف هم توصیه میکنه که شما هم حتی مقدور نگیرید ببینید چقدر فضای خوبی به وجود میاد بعدش دنبالش میگه که ولا تنسب الفضل بینکم فضیلت رو یادتون نره ها یعنی خانواده ای که رفته مرد میگه تو دست بالا رو داشته باش الان تو جامعه ما برعکسه هرکی میخواد منافع خودش رو به چنگ بیاره میگه برعکس باشه تو سعی کن دست بالا رو داشته باشی در سعی در بلند نظری در مثلا کادو بردن به اون طرف هم میگه شما رقابت کنی شما دست بالا رو داشته باشین میگه فضیلت رو یادتون نره یعنی این خودش ای امتحانه یه آزمایش سعی کنید هر چه زیباتر رفتار بکنید حالا که به یک ازدواج و بسلتی نکشیده سعی کنید با یه خاطره خیلی خوب و شیرین و مثبتی تمامش بکنید حالت سوم اینه که نه رفتید صحبت کردید مهرم تعیین کردید بر حال کردید ولی بعد خب حالا پشیمون شدید یه هفته بعد جدا میشین میگه همش رو باید بپردازی مهریه رو یعنی بنابراین از نظر اسلام لاقل تو اون پکیج تو اون چارچوب مسئله مهریه یه امر حالا بگیم اقتصادی یا روحی روانی بسیار بسیار جدی بوده حالا دیگه بحث علمای جامعه شناس و مردم شناس ببینن که چه تحولاتی پیدا شده حالا چیکار میشه کرد؟ در که عرض کردم بخش عمدش رو این قوانینی که تو جوامع امروز به وجود آورده ساپورت کردن و به اون نسبت دیگه ضرورتی نداره خیلی متشکر شاید بعد نباشه اشاره بکنیم ببینیم توصیه های باز توصیه اینا احتمالا هر جایی بله. که در توات موارد زناشویی قرآن صحبت میکنه و نظر میاد توصیه باشه ببینیم بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت و در طول زندگی ببینیم چه توصیه هایی از قرآن برای اینکه این به اصطلاح همبستگی ادامه بیشتری پیدا بکنه شاید هرچند که این بحث بسیار ممکنه طولانی باشه وقت بیشتری بخواد ولی نکات کلیش شاید بعد نیست اشاره بهش بکنیم بله خب این همینطور که خودتونم هم اشاره می خیلی گسترده است ولی من بعضی از این نکات کلیدی شو خدمتون عرض میکنم مثلا در قرآن میگه آشروهن بالمعروف مطابق عرف جامعه با هم معاشرت بکنیم معاشرت این زندگی دیگه یعنی زن و شوهر مطابق اون معیارهایی که در جامعه خوب تلقی میشه خب تو اروپا یه جوری خوب مناسباتی ایران یه جوره نمیدونم در روستاها به گونه هست مثلا معمولا تو فرهنگ ما ایرانیا خب زن و شوهر وقتی که بیرون به هم دیگه میرسن خیلی خشک و سرد برخورد میکنن چون بعد تو فرهنگ ما مثلا بخندن ولی اینجا آدم مثلا میبینه تو ایستگاه قطار اتوبوس یا هواپیما وقتی میره مرد مثلا سفر میاد خانم میاد اول همدیگه رو هاگ میکنن ممکنه که حالا 70 80 سالشون هم باشه ولی یه برخورد در ظاهر خیلی صمیمی انجام میشه که تو فرهنگ اینا سعی ای کسی این کار نکنه یه مقداری زشته خیلی خشک و سرد تلقی میشه ولی تو فرهنگ ما نیست اگر این کار بکنن خیلی زشت تلقی میشه که حالا چه خبره حالا اینا به هم رسیدن 40 سال 50 سال با هم ازدواج کردن تو روستاها به گونه دیگه هست مرد جلو میره با 5 6 متر فاصله خانم پشتش میره میگه اون چی که تو جامعه عرف میپسنده اینطوری با هم زندگی بکنید یه جا میگه وعتم رو بالمعروف مطابق عرف جامعه با هم اعتمار بکنین اعتمار یعنی رایزنی یعنی تبادل نظر یعنی پس اصل و اساس این نیست که مرد سالاریه یا زن سالاریه نه فیمینیزم و سه گذاشته که یک نوع برتریه این طرف یا اون طرف میگه با تبادل نظر با هم دیگه زندگی کنین باب افتعال رعیه یعنی دائما رعی, رعی, و نظر بدین به هم دیگه یا در جای دیگه هستش میگه که حتی اگه بچه رو خواستین از شیر بگیرید فا این ارادا اگه جدا بکنین بچه را ان ترازن من هما و تشابر حتما با رضایت دو طرف باشه و با تشابر یعنی مشورت خدا رحمت کنه مرحوم طالاقانی رو میگفت بابا قرآن میگه وقتی بچه تونو از شیر میگیرید یه تصمیم یه طرفه نباشه که زن بخواد این تصمیم بگیره یا شوهر بخواد بگیره میگه چطور در مورد کوچکترین مسئله بی اهمیت ترین که از شیر گرفتن که حالا موقعش یا بذاریم دو ماه بعد میگه حتما شورایی باشه آیا ممکنه که تو این مکتبی که این مسئله رو میگه شورایی باشه اداره جامعه رو بگه دیکتاتوری باشه بگه ولایتی باشه فردی باشه خود این نکته مهمه که همش در واقع تو قرآن هم میگه با هم مشورت داشته باشن با ترازی باشه ترازی یعنی رضایت دو طرفه از نظر حقوق هم میگه هر دوشون حقوقشون مساویه البته تقسیم وظایف میتونه عوض بشه و تفاوت داشته باشه میگه و لهن مثل الذی علیهن نه. به نفع زناست همون مقداری که علیه اوناست یعنی اگر این تکلیف بر دوش او هست همون مقدارم حق داره یعنی این روابط پنجا پنجاست چیزی نیست که بگیم نه حق مثلا با این آغاز یا با اون خانم اون یکی تحت و شاعه اون دیگری است بنابراین این مجموعه رو بگیریم عمدتا هم همه جا میگه بالمعروف به عرف حالا زندگی کردن و رایزنی رو مشورت رو و حقوق رو میگه هر دو پیکره یک وجود هستند در یکی هستید وظایف فرق میکنه ولی حقوقتون مساوی هستش تشکر آقای بازرگان بریم <applause> مسئله طلاق رو حالا نگاهش بکنیم در مکاتب, مکاتب مذهبی در یهودیت به نظر میاد در کتابشون اونطور که نوشته شده حق با مرد هست بله. یک طرف هم هست و در کاتولیک ها کاتولیک هم به نظر میاد که ممنوع هست این کار بله ببینیم چه محدودیت هایی و چه تهدید هایی آیا هست در قرآن در ارتباط با طلاق بله همینطور که میفرمایید خب طلاق مثلا در بین کاتولیک ها نیست دیگه طلاق به کلی ممنوع و این رو یه پیوند ابدی میدونن البته پروتستان ها اونا خب برای طلاق رو بالاخره قانونی کردن ولی مشکلی است که تو ایتالیا تو اسپانیا که که بیشتر سنتی هستن کاتولیک هستن اونا خب طلاق رو ندارن دوچار معضلات زیادی شدن اعتراضات زیادی مردم دارن ممکن البته در آینده دستگاه کلیسا پاپ قانونیش بکنه ولی فعلا به در مسیحیت طلاق نیستش در زرتشت دین زرتشت هم سخته یعنی در شرایط استثناء این اجازه داده میشه محدودیت ها خیلی زیاده در اسلام البته طلاق میگه یک حلال مبغوزه این یعنی مورد بغزه بده ولی به حال چنین اجازه ای داده شده البته توصیه های خیلی زیادی شده که مردان از این حربه برای تهدید زن استفاده نکنن. البته خب حالا خیلی هم تهدید به خصوص در جوامع پیشرفته نیست چون بر حال دیگه از کردم زنان هم کار میکنن درآمد دارن خونه زندگی دارن قانون مدافع اوناست در کشورهای غربی در اروپا به خصوص در امریکا بر حال طلاق هم بگیرن مرد و موظف میکنن و بر حال خرج زنو بده خرج بچه ها رو بده معمولا مردو از خونه میرن زناتون خونه میمونن بچه اگه داشته باشن زن نگه داره این دولت یک حقوقی رو مشخص میکنه برای اون زن که الان این بچه رو داره شیر میده یا نگه میداره یعنی جامعه آمده با این ساپورت های اجتماعی سرویس هایی که داره میده به صورت رسمی و دولتی داره حمایت میکنه که هیچ کسی مورد زور قرار نگیره ولی در گذشته که اینطوری نبوده واقعا در اون دوران 1400 سال پیش اگه یه زنی طلاق میگرفته واقعا بین زمین آسمان بوده و مردم سو استفاده میکردن دیگه همیشه در طول تاریخ این قدرت مرد مرد سالاری این اجحاف رو داشته یه طلاقی بوده به نام زهار گفتن انتک از زهر امی تو مثل مادرم هستی مثلا مردی اگه حرفو میزده یعنی تو مثل یه رابطه دیگه رحمی داری این زن دیگه طلاق داده میشه یه طلاق ایلا میگفتن سه طلاقه میکردن در قرآن میگه که اگر مرد این حرفا بزنه این دفعه باید بره یه برده آزاد بکنه حالا من نمیدونم اون موقع نرخش چطوری بوده این جالبه خودش که حالا خیلی ها میگن برده داری در اسلام بوده یه سیستمی گذاشته که هر چه بیشتر برده ها آزاد بشن میگه جریمهش اینه که برده آزاد اگه در دورانی که برده وجود نداره دو ماه پشت سر هم باید روزه بگیره شهرین متتابعین یعنی شست روز مداوم باید روزه بگیره اگرم توانایی نداره نیروشو نداره دو ماه پشت سرم روزه بگیره شست نفر باید غذا بده این میگه جریمه کسی است که این حرف رو بزنش داده که تو مثلا من سه طلاقت کردم یعنی حتی یه لفظه میگه اگر یه مرد این حرفو بزنه در جای دیگه تا چهار ماه حق نداره که بزنش دیگه نزدیک بشه اگرم بعد از چهار ماه خواست گناهی نداره ولی این جر جریمه ها هست یعنی یه مقداری این عصبانیت ها رو خشم و خروش ها رو که به خصوص اعراب بیشتر دارند در اون 1400 سال پیش خیلی شدید بوده مهار کرده که با این تهدیدها و به استفاده از لفظ ها نخوان دل طرف مقابل رو بلرزونن ولی برها توی شرایطی اجازه داده اصولا یه سوره در قرآن به نام طلاق هست سوره شست و پنجم که طلاق رو زوابتش رو مشخص کرده که همینجوری نیست که شما حالا با هم ازدواج کردین بتونید طلاق بدید بر حال حالا مفصله که رجوع اگر بخوام بکنن چگونه هست طلاق مثلا بیش از دو بار نیست بازی نیست که هر روز هم دعواشون بشه طلاق بگن دو فردا بخوان ازدواج کنن طول تفصیل بر حال خیلی زیادی داره خیلی متشکرم آقای بازرگان در ارتباط با اینی که فرض کنیم زنشواری حالا به یک دلیلی از هم جدا میشن میخوام ببینیم در ارتباط با نحوه جدایی چه نوع رفتاری رو به اصطلاح قرآن توصیه میکنه از این نظر که در یک اجتماع سالم خب اجازه داده شده که جدایی انجام بشه ولی بعد از اون چه رفتار مناسبی رو لازم هست اجرا کرد بله همطور که ارز کردم ما در قرآن یه سورهی به نام اصلا طلاق داریم مثلا کلش درباره باره است که ناظر به این موضوع هستش بیشترین مواردی که در قرآن حقوق زن مطرح شده در موقع طلاق اتفاقا ببینید معمولا کی حقوقی نادیده گرفته میشه کی زور گفته میشه کی اجهاف میشه در حالتی که صلح و صفاست و عشق و محبته که معمولا اون غریزه ها اون لط و محبت ها به حال جلوی این زور ها رو میگیره دیگه وقتی حقوق پایمال میشه که دعوا شروع بشه تشنج بشه اون خانه ای که صلح و صفا و عشق و محبت هست جهنم بشه اونجاست که دیگه انتقام و کینه غلبه میکنه این حقوق نادیده گرفته میشه خیلی ها میگن که مثلا چرا قرآن انقدر از حقوق زن صحبت کرده از حقوق مرد صحبت نکرده مرد قوی بوده مرد سالاری بوده حقوق خودش میگرفته به زور نیازی نبوده که بهش توصیه بشه به خانما بگن که حقوق آقاین رو رعایت بکنین نیازی نداشته حقوقش بز... قدرت خودش میتونسته بگیره و فرهنگ جامعه هم اینطوری بوده حمایت میکرده از مردان دیگه یعنی همه مردان مقتدر بودن و امور دست اونا بود کاملا فرهنگ جامعه این حق و حقوق میتونست که بگیره دیگه بنابراین توصیه درباره کسانی شده که حقوقشون نادیده گرفته میشه جمعا در قرآن فکر میکنم که سی و شیش مورد حقوق زن مطرح شده در هیچ جایی من ندیدم در هیچ شریعتی در هیچ فرهنگی هم در گذشته ندیدم در سه تا سوره است که اگه اون جایی که مثل اوورلپ تکراری هم از حسب بکنیم حدود 20 تا 25 تا حق مسلمه که در به خصوص این موقع طلاق قرآن مشخص کرده که زنان این حق و حقوق دارن یکیش مسئله تأخیر زمانیه در اون دوران خب زن و به راحتی طلاق میدادن در تورات هم اتفاقا هستش که مردی اگر از زنش خوشش نیامد و چیز ناخوشایندی در دید یک متنی رو مینویسه دست اون خانم میده یعنی در واقع طلاق به عنوان یه امری که دفعتا ناگه... واحده است ناگهانیه در قرآن میگه نه طلاق سه ماه زمان لازم داره یعنی از موقع تصمیم میگیرن دو نفر از هم جدا بشن این تصمیمی سی گرفتن طلاق صورت نمیگیره اول به این گام اوله که حمایت میکنه از زن که ناگهان نگن دیگه و طلاق فردا بخواد بره بیرون از اون خونه اسمشو میذارن عده عده یعنی تعداد روز که سه ماه یعنی سه تا اون دورانی که عادت هست باید بگذرونن تا طلاق شکل بگیره مرحله بعد میگه در این مدت سه ماه میگه مرد حق نداره که زن رو از خانه خارج بکنه میگه لا تخرجوهن ها من اونا رو خارج نکنید از خانه هاشون نمیگه از خانه خودتون یعنی میگه خانه جالبه که این اصطلاحی که به کار میبره میگه از خونه خودشون اونها رو خارج نکنید و خود اونها میگه خارج نشن یعنی حالا خیلی ها دخترها اختلاف پیدا میشه میرن خونه پدر مادرشون خب این دیگه جوش نمیخوره این مدت میگه موقعی که تصمیم گرفتین طلاق بگیرین این سه ماه باید با هم باشید نه حق دارید شما اونا رو از خانه خارج بکنید نه اونا مناسب مجازه که برن البته مگر یه شرایط خاصی باشه این در حال توصیه میکنه که تو خونه باشن اینا بعدم حالا تو اون دورانی که خونه ها مثل امروز نبوده که این هم اتاق داشته باشه میگه درست همطور که خودتون زندگی میکنید اون زنم زندگی کنه حالا ممکن یکی دو تا اتاق خوب مثلا داشته باشه تای حیاتش هم یه انباری باشه میگه حالا که ما قراره جدا بشیم تو برو اونجا زندگی بکن میگه از که نه من هیس و سکنتم درست همون شرایطی در همون حدی که خود زندگی میکنی اونم باید در این مدت در این حالت باشه یعنی پس این مسئله دوم یکی اینکه اولا زمان میذاره برای طلاق طلاق حداقلش حالا شرایط بیشترم داره که چطور بیشتر میشه مسئله بعدی امنیت که در این مدت در اون خانه خودش باید باشه سوم این که میگه در این مدت سه ماه کوچکترین حق آزار ندارید آزار منظوری نیست که کتک هم بشه آزار بدترینش زبانیه ممکنه کسی کسی هم کتک بزنه ولی این اثرش ممکنه بره یه یک رو دو روز ولی یه زخم زبانی آدم ممکنه بزنه که بیشتر صدمه روحی بزنه میگه ولا توزار روحون نه لطفا یقو نه او رو در تنگنا نذارید میگه حالا که ما قراره خب جدا بشیم هرچه بیشتر نظر روحی روانی و از قضا و از مسکن او رو در تنگنای فشار قرار بدید میگه نه در این مدت باید درست مثل اول ازدواج یک حالت خیلی مطبوع و خوشایندی باشه بعد میگه که خب حالا اگر حامله شده این خانم تمام هزینه های بارداری رو باید شما بپردازین تا وضع حمل یعنی اگه نه ماه هم قراره باشه یعنی اون سه ماه حد اگه حامله شده این تا نه ماه باید خرجشو رو بدین ببینید حالا همیشه این خرج این چیزها سنگین بوده دیگه در زمان ما برای خودش یه مخارجی داره در اون موقع هم بالاخره به تناسب درآمدهای اونها داشته میگه فانفقو برای اونها انفاق بکنین خرج بکنین حتی وضع حملشون رو در واقع بکنن مرحله بعد میگه که اگر حالا وضع حملم کرد حق شیر دارن اینا یعنی پول شیر رو اگه شیر به بچه داد باید پول شیرش هم بدین حالا جالبه که اینا 1400 سال پیش توی جامعه قبائلی داره گفته میشه که الان هم کمتر یه هم رایت رعایت میکنن میگه بچه خودشه خودش باید بده به ما چه مربوطه میگه نه اگه گفت من نمیدم شما باید پول شیرشو بدین یا میگه که اگر بازم امتناع کرد که پولم بدین نمیدم برید دایه بگیرید پول دایه رو تقدیم بکنید یعنی بپردازید در واقع این همه حقوق اون دوران عده است که این هنوز طلاق صورت نگرفته یعنی میگه طلاق رسمی نیست تا این وضع هم بکنه بچه رو در واقع شیر بده بعد توصیه میکنه که تمام حمایت های مالی رو باید داشته باشید میگه اونی که امکاناتش وسیعه در حد امکاناتش بده اونم که کم داره بازم باید بده ده یون فقط زو ساعت من ساعته اونی که گشایش و امکانات داره ثروتمنده در حد ثروتش باید در این مدت خرج بکنه و من قدر علیه رزقه او هر کسی هم که وضع مالیش بعد درآمد نداره حقوق نداره بیکار شده از اون چیزای دیگه که خدا بهش داده باید انفاق بکنه فلیون فقم ما آتاه الله بالاخره هر کسی یه چیزی داره وقت داره زور بازو داره میتونه بره کمکی بکنه زرفاش بشوره نمیدونم بقیه خدماتی که توی خونه هست یا از بیرون یعنی در هر حال میگه در این مدت باید مایه بذارید برای اون طرف ببینید همه این توصیه ها برای اینه که آخرش این به صلح آشتی منتهی بشه میگه این چهار ماه رو این سه ماه رو یا نه ماه اگه طول بکشه با نهایت خوبی و خوشی باید این رو بگذارونید میگه حالا این مدت تمام شد سه ماه هم گذشت یا نه ماه هم گذشت فا بلغ نه حالا دو راحل دارید فا امسکوه نه به معروف مطابق عرف زیبای جامعه یا نگرش دار خیلی جدی یا فارقوه نه به معروفه. از هم جدا بشین اونم با خوبی و خوشی در حالی که اکثر این طلاقا میبینیم با یک پرونده بسیار تیره و تار حتی دو نفر هم نیست که از هم نفرت پیدا کردن این دعواها ها تو خانواده پدر ها یا فامیل هم گسترش پیدا میکنه بعدم که میگه حالا میخوان طلاق بگیرین حتما باید دوتا شاهد عادل باشه در اسلام ازدواج شاهد چیز نمیخواد شاهد نمیخواد دو نفر با هم تصمیم بگیرن میتونن با هم عقد ازدواج رو جاری بکنن ازدواجشون از نظر شرعی کاملا مشروعه اگر حالا میرن محضر و نه چیزی میگن و سیغی رو میخونن اینا برای جامعه است اینا برای ضرورت جامعه است و از نظر شرعی ازدواج شاهد هم نمیخواد ولی طلاق میگه حتما دو تا شاهد و دو تا شاهد عادل هم باشه بنابراین این یه بخشی است که در این مدتی که حالا طلاق رسمیت پیدا میکنه تا اینجا من یادداشت کردم نه تا حق ویژه برای خانم ها قائل شده که نه مسکنشون نه نمیدونم درآمدشون نه هیچ یک از حقوقشون نباید حذف بشه و در تعیین قرار بگیره جالب این نکاتی رو که گفتید در ارتباط با اون سه ماهی هست که اشاره بهش کردید که عملا طلاق رسمیت <تصفح> پیدا میکنه و قاعدتا اونجور که مشاهده میشه در این حول و حوش <تصفح> یه سری حقوق پایمال میشه یعنی در عرف دیدیم که <تصفح> اصطلاح افراد به خاطر مسائلی که پیش اومده اصلا فکر نمی کنن که به فکر شما اشاره کردید نیستن اصلا, اصلاً آشنایی واش آشنا ندارن حالا این به جای خود ببینیم حالا بعد از رسمیت پیدا کردن چه حقوقی واقعا توصیه های قرآن میکنه در ارتباط به حقوق خود زن بعد از طلاق بله همچی چیزی هست و اشاره بهش شده چند مورد مثلا یکی تو همون سوره بقره که ارز کردم آیات 230 به بعد یکی میگه خب حالا این دوران رو طی کردید این دوران سه ماهه یا بیشتر رو دوران به سالا تا طلاق رسمیت پیدا کنه میگه دو حالت ممکنه پیش بیاد یا فمسکوهن به معروفن امساک یعنی گرفتن یا دیگه اگه سست این روابطتون از این به بعد جدی بگیرش دیگه یعنی نگه دار این همسر تو معروف اینو یعنی چی که عرف جامعه اینو خوب میدونه یعنی تو روستایی تو شهری تو قرن پنجمی دهمی قرن بیستمی سیوم از هرچی یعنی متناسب معیارها و ارزشهایی که در جامعه هست به خوبی خوشی اینو نگه دار او نه به معروفن نه تصریح در زبان عربی مفهومی معادل آزاد کردن کبوتر از قفس داره یعنی این زندگی رو تبدیل به یه قفسی کردید او یه انسانی است که حالا اسیر شده در خانواده تو اگر میبینین با هم نمیسازین او رو مثل کبوتری که از قفس باید آزاد بشه یکی در واقع این مفهوم یکم تو قرآن میگه که ببینین ببینی به تناسب زندگی های گذشته که دامداری و روستا بوده میگه دو تا منظره زیبا برای شما وجود داره در این دامداری یکی اصر وقتی که این گله گوسفندا میان چطور با زیبایی میان زنگول ها صدا میکنه و بچه ها میرن پیش مادراشون یکی میگه صبح موقعی که به صحرا میرن یعنی قبلا این مثلا گوسفندا در چیز هستن جای تنگ و تاریک ولی وقتی در رو باز میکنن میرن تو صحرا اینم کلمه تصریح رو به کار برده تصریح یعنی آزاد کردن به صحرای باز زندگی رها کردن یا پرنده رو کبوتری رو رها کردن پرواز در آسمان میگه یا با خوبی و خوشی نگرش دار یا آزادش بکن کاری دیگه نداشته باش که این چیکار میکنه همیشه در طول تاریخ اینطور بود یه زنی طلاق میگرفته اینا این فامیل ماست ما خرجش کردیم مهریه دادیم یا برادر او رو میرفته میگرفته یا پسر میگرفته یعنی از اون خانواده حق نداشته خارج بشه الان هم کم و بیش همینطوره یه کسی اگر طلاق میگیره خانواده اون طرف بهشون بر میخوره که چی شد مثلا شیش ماه گذشته حالا رفته شوهر دیگه کرده میگه این مثل کبوتر آزاده وقتی که تمام شد حالا اون دورانی که باید بگذره یا شوهر بمیره میگه چهار ماه و ده روز یعنی صد و سی روز این ضابطه قرآنه بعد از اون میگه هیچ کاری نداشته باشید اون هر کاری دلش بخواد مطابق عرف باید بکنه و هیچ کسی دیگه حق نداره ای با ایراد بگیره این سنت هایی که همچنان میبینیم دست و بال جوامع ما رو هم گرفته میگه این بعد این باید لباس سیاه بپوشه بعد از یه سال باید سیاه بیاد بیرون اگر بخواد بر ازدواج بکنه فامیل نمیدونم شوهر بهشون برمیخوره میگه نه همچین چیزایی نیست یکی از این دو حالت بیشتر نیستش یکم یک اینه میگه که هرگز اونا رو ضرری بهشون در این مدت نزنید توضیح هم که میده خیلی جالبه میگه این به خودتون ظلم کردین اگه این کار کردین آیات خدا رو مسخره کردین شما میگه لا تتقذو و آیات الله حوزوند به استهزا نگیرید میگه آیات خدا قوانین خدا اینه فکر نکنین تو چون مردی قدرت داری حالا میتونی زور بگی. این مسخره کردن نظامات قوانین و به صلاح پرنسیپ های خدایی هست حالا خیلی تو این زمینه ها صحبت زیاده یه جای دیگه هم باز میگه طلاق هم فقط دو مرحله است بعد از بار دوم دیگه حق ندارید مگر اینکه او به طور طبیعی زن بره با کسی دیگه ازدواج بکنه نه اینکه حالا یه محللی بیاد اینا به مسخره گرفتن یه دیفه کنم بار سوم حتما محلل میخواد این دیگه به مسخره گرفتن دینه نه اگر اون به طور طبیعی با یه مرد دیگه ازدواج کرد و اون مردم به طور طبیعی این زن رو طلاق داد میگه که شما حالا میتونید بری با اون ازدواج بکنید نه این رو به صورت سوری و کلا شرعی بخوان درست بکنه یعنی خلاصه میگه حواستون جمع باشه اینطور نیست که هر روز بخوان دعواتون بشه بخواین برین طلاق بگیرید یه هر ای استفاده کنید قضیه بسیار بسیار جدی تر از این هست خیلی متشکرم آقای من یه سری سوالات دیگری دارم که میذاریم برای برنامه آینده فقط در پایان این برنامه میخواستم ببینیم برداشت شما در ارتباط با تماس هایی که با شما گرفته میشه در قالب مسائل زناشویی حالا چه در اینجا چه در ایران تماس گرفته میشه شما تا چه حد میبینید رعایت این نکاتی رو که شما تا حالا فعلا اشاره بهش کردید شده یا میشه بله بنده که محبت مشابه خانواده نیستم و تخصص و علم اطلاعی هم تو این زمینه ها ندارم ولی حال مختصر تحقیقی که در این متون کردم و به حال آشنایی با این معیارها و ضوابط زندگی مشترک در قرآن زمین تا آسمون فاصله میبینم بین این اصول و پرنسیپ ها و بین اون چه که تو جامعه به نام دینی ما جامعه اسلامی ما جریان داره خب حالا بالاخره آدم در دوست و آشنا فامیل خانواده این برابر نمونه های فراوانی میبینه از این مشاجره ها اختلاف ها و جدایی ها همه کم و بیش دارن دیگه حالا متاسفانه این ریتش هم مثلا نظر آماری هم خب خیلی بالا رفته طلاق در حالا چه ایران چه در خارج از کشور یعنی در واقع اون پایه های اصلی که دوام خانواده رو تضمین میکرد تو روزگار ما سست شده بالاخره در گذشته زن و شوهر با هم احتیاج داشتن احتیاج طبیعی واقعی داشتن صرف نظر از اون جنبه های روحی لطف و به صلاح های انسانی از نظر مبانی اولیه زندگی به هم احتیاج داشتن هم مردان نیاز داشتن که همسری داشته باشن از نظر قرائز جامعه اینقدر باز نبود بی بندوباری نبود امکان سوء استفاده و روابط با دیگران خیلی راحت فراهم نبود بازار آزاد اینچنینی وجود نداشت تو این زمینه ها طبیعتا هر کسی میتونست فقط با همسر خودش بر حال این نیازها رو برطرف بکنه زن ها هم احتیاج داشتن که خب یکی خرج زندگیشون رو بده معمولا مردا کار میکردن درآمد داشتن میتونستن ساپورت بکنن حمایت بکنن الان تو روزگار ما هم این حمایت ها شکل دولتی و قانونی گرفته تو کشورهای پیشرفته اون نقشی رو که مرد داشته در طول تاریخ به عنوان قوامون علن نسا که به سلطه داره حفاظتش میکنه امنیت برش ایجاد میکنه اینا رفته کنار دولت ها و حکومت ها یا سازمان که ملت ها درست کردن و هم جامعه که باز شده بی ایجاد شده مردا روابط بی بندوبارانه با دیگران پیدا میکنن یا زن ها و بعد نیاز مالی هم به هم دیگه کمتر دارن بنابراین خانواده خیلی سوس شده باید جبران اون به اصطلاح پایه‌های اصلی رو که خانواده رو تحکیم میبخشید. با این جنبه های انسانی قویتر، عشق و محبت و ایثار و فداکاری و ارزش های به صلاح انسانی رو باید جایگزین او کرد به که اجبار زندگی مسائل اقتصادی کنار هم بیاره زن شوهر رو حالا باید انسانیت ها اخلاق و فضیلت های انسانی اون رو جبران بکنه و جالب هست این نکاتی رو که شما برشمردید نه نکته ای رو که گفتید شما جالب هست که همش در طرفداری از زن هست بله یعنی میخواد حقوق زن پایمال نباشه قادتا این خب به خاطر مرد سالاری بوده که در اون زمان وجود داشته ولی این از نمونه که واقعا قرآن نشون چقدر به اصطلاح در ارتباط با مسئله زن داره دفاع میکنه از این ایشوها بله من تا خاطری رو خدمتون تعریف بکنم در یک خانه مهمان بودیم یه خانوم انگلیسی بود ما متوجه شدیم که یه مهندس مسلمان بود ولی خانومش انگلیسی بود این سال رو با جمعیت دوستان بودیم کردیم خانم شما چه انگیزه ای داشتین که مسلمون شدید ایشون گفت که انگیزه اصلی مسلمون شدن من حقوق زن بود در قرآن یه ذره ما به هم نگاه کردیم تعجب کردیم گفتیم که خیلی حالا انتقادشون اعتراضشون به اسلام اینه که دینی است که حقوق زن رو پایمال کرده و از ایشون سوال کردیم خیلی از این آیات رو مطرح میکرد که از هم به نام طلاق دونه دونه میگفت این چیزا اصلا در مسیحیت ما در تاریخ غرب اروپا نبوده اینا همش جدیده مال نیمه مثلا اول قرن بیستومه که اصلا زن حق مالکیت پیدا کرده حق رأی ما نداشتیم تازه تو انگلستان 1918 حق رأی زنان بالاتر از سی سال داده شد مالکیت بعد از اون آمد تو امریکا خیلی دیرتر تو ایران خودمون 50 سال بیشتر نیست که زنها حق رأی دارن مربوطه که کشورهای اسلامی هم نیست همه عالم همه اروپا و امریکا هم چنین بوده و او میگفت برای من خیلی عجیبه که چطور 14 قرن پیش اینطور دسته بندی شده حدود ده پونزده تا حق مثلا فقط در اون دوران سه ماهه که قرار حالا طلاق رسمیت پیدا بکنه بعد از طلاق چه حقوقی هست رفتارها تو اون دوران باید چگونه باشه میگفت اصلا این همچین چیزی رو من هیچ ندیدم یعنی عامل اصلی گرایش او کامبرت کردن او مسائل حقوقی بود که شاید 95 درصد خود مسلمان ها مثلا خبر ندارن برای که تو این زمینه ها اصلا کار نشده تاریخ ما فقه فقه و اصوله همه تو چیزای فرعی حاشیه زندگی رفتیم اون چی که مربوط به واقعیت های زندگیه زندگی روابط زن و شوهر مناسباتی که با هم دارن اینا مورد قفلت قرار گرفته کمتر کار شده کمتر تو مساجد و جاهای دیگه من... جاهای دینی میگن همش به یه چیزای حال همه میدونیم دیگه آشناییم که اصلا معلوم نیست اصلا بالا پایینش چقدر به درد زندگی میخوره این حرفایی که میگن چه ربطی با واقعیت زندگی داره همه اینا مورد قفلت قرار گرفته تشکر آقای <applause> بازرگان این برنامه رو ادامه میدیم در ارتباط با سوالات دیگری که وجود داره در نوبت دیگر انشاره. تشکر میکنیم از شما و تشکر از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید دنباله این بحث رو در نوبت دیگر خدمت شما عرض خواهیم کرد با تشکر و تقدیر از ترکننده سوالات و شنوندگان